سلام برنامه تحول، من محمد نصیر فیاض به اتفاق همکارم میزبانی برنامه هستم. برخی از قسمت های 16 سالیاد قهرمان ملی احمد شاه مسعود را شما شنیدین در گزارش و یاد بود از یک آرمان بسیار بزرگ با رفتار نهایت مضحک و کوچکانه که از طرف یک تعداد افراد بی بندوبار در شهر کابل با یک وحشت تام شکل گرفت. آیا آرمان مسعود همی بود که به تصویر کشیده شد؟ آیا مسعود میخواست که یک تعداد از چانته بردارا امروز صاحب آرگاه و بارگاه بسیار کلان شوند و صاحب شرکت ها و میلیون ها دلار سرمایه شوند و از نام مسعود و استفاده از عکس مسعود و استفاده از القاب مسعود بخواهند در راهکارهای سیاسی و منافع شخصی خود وارد مارکت سیاسی شوند و از اون نام استفاده کنند، یا نه آرمان ها متفاوت بود، چیزها متفاوت بود؟ تا چی حد افراد نزدیک به مسعود یا افرادی که بیشتر با عنوان نماینده هایشان در اجدای سنبله میان به سرک ها و فیر میکنند و ترس و لرز در بین افراد افراد عام یا مردم عام مندازند، چقدر جفای کلان در حق مسعود و در حق آرمان های مسعود کردند تا افراد دیگه که به گونه مخالفین مسعود در سطح سیاسی خوانده میشه؟ و بالاخره توجیه مجموعی رویکردهای وحشتناک هجده سنبله که هر سال سبب مجروح شدن و کشته شدن چند نفر هم میشه در کابل، بالاخره منتج به چی خواهد شد؟ امروز در بحث ما برادر احمد شاه مسعود و رئیس بنیاد احمد شاه مسعود احمد ولی مسعود را با خود داریم. توجیه که از رفتار به تصویر کشیده شده گزارش امروز ما و زورگویی های یک تعداد افراد که بیشتر نماینده مسعود یا نماینده افتی شهید خودم میپندارن از زبان آقای مسعود میخوایم بپرسیم. بسیار خوش آمدین. پرسش اول معمیمی است که امروز چطور گذشت؟ آیا واقعا چیزی که شما تصویر دیدین یا یک بزرگ داشت کلانه که امروز از روز قهرمان ملی افغانستان صورت گرفت، چقدر توجیه پذیر و قابل قناعت بود برای خود شما به عنوان رئیس بنیاد؟ ببینین، چیزی که شما قبلا گفتین، رفتارهای ناشیانه که در داخل کابل توسط بعضی از جوانان صورت بگیره هیچ ارتباط به اندیشه و فکر و اخلاق و سجای مسعود نداره. اصلا آمسه به شهید یا قهرمان ملی کشور قطعا با این مسائل کاملا در تضاد بود. یعنی حتی در زمانی که در اینجا بود امکان نداشت کسی را تحمل کنه در وقت جهاد کسی یک فایر هوایی بیمورد بکنه. چرا رسه که شما کاروانا را بسته کنیم و بنام مسعود یک سلسله قسمت باعث آزار و اذیت مردم شدیم؟ این درست نیست. یا فایر هوایی بکن. اصلا در روز سوگ، در روز ماتمداری، در روز یاد بود، در روزی که واقعا مردم افغانستان به شهدای کشور احترام میگذارن و ارجگذاری میکنن، این چی نیاز داره؟ چه ارتباطی داره این کاروان، گشتنی های کاروان با این رقم شما تفنگ بگیرین و فایر کنین؟ چه ارتباط داره؟ مگر این روز شادیان است؟ روز سرور است؟ روز چی هست؟ این روز دعاست؟ روز درود است؟ روز نیایش است؟ روز و این درست هم نیست کس بگوید که دعا کنه که ولی ما روز قدرت نمایی. چی قدرت نمایی؟ چی گپ؟ یعنی چی؟ این چه ارتباط داره با قدرت نمایی؟ قدرت نمایی کنه در جبهات همه جای یا طالب یا تروریست یا پار قدرت نمایی داره، خب برین در جبهات جنگ او کارا بکنه. در درون کابل چه خبره؟ بس به اون نسبت من در حالی که این مسئله کاملا رد میکنم، هیچ ارتباطی به فکر و اندیشه و راه و فرهنگ و قاموس مسعود نداره. اینا کی هست؟ دقیقا ممکن در این شکل نیست که تعدادی هستن که جوان و نوجوان با همو احساساتی هستن فکر میکنن که همی مثل که به طور مثال دیگراشون هم که فکر میکنن که واقعا این مسعود شاعر میکنن که جوان و نوجوان ها با کلاشینکوفا و موترهای زره میان کار بسته میکنن؟ کی در پشت ازی هسته؟ کدام دستا در پشت ازی هسته که واقعا اینا رو به این رقم یا مجهز میکنه یا حمایتشان میکنه یا امکانات برشان میتره؟ دقیق نمیدونم. اینال در این قسمت مسئول و جوابدهی خود حکومت است. دقیق بشناسه، شناسایی کنه، در این یک تعریف واضح داشته باشه واقعا دوست کی است، دشمن کی است، کدام عناصر هستن. شما رئیس بنیاد احمد شاه مسعود هستین و بیشتر ممثل آرمانای مسعود و یک بزرگ داشت کلان هم در هشتی سنبره. حالا با توجه به تمام این راهکارها که شما نظارگرش هستین، یک تعداد کسا با بیرقای غیر ملی با چهرهای بسیار وحشتناک در داخل کابل میان، شما میبینین چقدر مسئولیت شما است که تفاهم کنین با دولت؟ هر بار که کاروانا میره یک ضربه محکم به مو اهداف آرمان های مسعود با شما میزنن؟ هر بار که کاروانا میره یک ضربه محکم به مو اهداف آرمان ها میزنن، شک نیست. و بیرق ها بیرق دوره حکومت اسلامی افغانستان اصلا به روز قهرمان ملی چه ارتباط داره؟ من دقیق نفهمیدم.
حالا اگر شما بیرق ها رو به طور مثال میارید در 8 ثور میگه که در این روز مجاهدین موفق شدن و این بیرقشان بود، امکان داره ارتباط داشته باشه. اما اصلا به روز قهرمانی می شهادت قهرمان ملی که وقتی قهرمان ملی یعنی در واقع در چارچوب قانون اساسی در زیر امی بیرق زیر بیرق ملی افغانستان بالاخره مردم به می احترام گفتن که این قهرمان ملی و پارلمان افغانستان گفتن قهرمان ملی لویجریاف قهرمان ملی مردم گفتن قهرمان ملی زیر امی بیرق. و اگر شما یک چیز دیگر میاره مانه است که نه ای از ماست در حال قطعا اینطور نیسته و امکان نداره که اینا بتانن که آرمان ها و اهداف فکر قهرمان ملی نمایندگی کنن. تعداد هستن ناخودآگاهانه که استفاده میشن و تعداد عناصر دیگه امکان داره در پشت سر از یا باشه که بتانن این کارا رو چیکنن. اما یک چیز دیگر ما میخواهیم که این را قطعا ما از دید پنهان نکنیم. مطمئنن که امکان داره که تعدادی از عناصری هم باشه که بخواهند که از اینا استفاده کنن در واقع در مقابل عموم اندیشه ها و افکار قهرمان ملی کشور. شما وظیفتان چی است آقای مسعود؟ ای 16مین سالگرد است و ما در هر سال شاهد تلفات یک تعداد هم هستیم در فیرای هوایی. خب چی باید کنین شما؟ ببینیم ما تمام تلاش خود قبلا هم کردیم، سالها کردیم، ما اعلامیه دادیم، موعظه کردیم، از طریق مساجد گفتیم که باید در خود به نماز جمعه گفته شد. قطعا این مغایر تمام شئون دینی و ملی این کشور است، کار بکنید این روز تاریخی و ملی و با کمیسیون امنیتی هماهنگ ساختیم، گفتیم ایشان که حکومت یعنی تمام تلاش خود کردیم اما بالاخره در این کشور با این حالتی که میبینید یک وضعیت نابهنجار و حکومت ضعیفی که هست که نمیتونه همه چیز کنترل کنه مطمئن این حالت است. در غیر صورت اگر واقعا یک حکومت قوی باشه به این ترتیب ممکن است که یک تعداد کاروان بگیره سلاح را حمل کنه و فیر هوایی کنه و بشار بگرده و باعث آزار اذیت من ممکن نیست. متاسفانه این متر حالتی است که تعریف شما از افراد چی است؟ تعداد جوانای ناخودآگاه، تعداد جوانای احساساتی، تعداد عناصر دیگه هم که در بین ازیا مداخله میکنن، تعداد کسایی که برداشت غلط یا در واقع برداشت غلط از فکر و اندیشه قهرمان ملی گرفتن قطعا به اون نبودن، جوان هستن فکر میکنه همین تعداد قطعا یعنی یک چیز یک مجموعه مرکب عجیب غریب یعنی هیچ ارتباط با او فکر و اندیشه نداره. آیا شما بالای جوانای احساساتی و قبل شما هیچ کنترل ندارین؟ هیچ کس حرف شما را به عنوان برادر مسعود و به عنوان رئیس بنیاد مسعود نمیشنوه؟ ببینید ما تلاش کردیم اما یادمون باشه در این کشور نسبت به یک تلاش صادقانه و سالمانه یک کارایی که قطعا نه صادقانه و نه سالمانه این بیشتر در نمیجا است. چرا؟ وضعیت طوری است که نمی رقم است. یعنی تعدادی هستن که فکر میکنن که میتونن که از وضعیت نابهنجار کنونی بخواین که یک استفاده به خود بکنن یا به نام کسی بکنن و به این ترتیب هیچ منتظر چیز رقم عواقبش هم ندارن که واقعا چقدر ضربه مهلک میزنه به تمام گپا. کابل یک حکومت بسیار ضعیف و یک حکومت پراگنده و یک حکومت تا یک حد زیاد غیر مسئول داریم که نظارگر فیرا هستند، در چند قدمیش هم گروپ های انضباطی گارنیزیون استاده هستند، اونها توانمندی زیر ندارن که مهار کنند. حالا یک بخشش هم برمیگرده با شما که تفاهم کنین با حکومت تا حداقل جلب یک تعداد افراد بی بند و بار که وحشت ایجاد میکنن در شهر گرفته شود. آیا تفاهم بین شما صورت گرفت؟ بله ما کردیم، حتی با کمیسیون امنیتی صحبت کردیم، گپ زدیم، تفاهم کردیم که چی باید کنن. یعنی تقریبا چندین روز چندین جلسه داشتیم در این قسمت. ما تمامی گپ پارک و تمام مسئولین حکومتی دقیق میدونن که ما چقدر تلاش کردیم در قسمت توقف دادن اترک وضعیت. تمامشان میفهمم دیگه. ما تمام تلاش خود کردیم. امرالله صالح پیام را در فیسبوک پخش کرده بود که یک نماد ارزش گذاری برای هفته شهید و برای آرمانای مسعود به گونه واقعی مبتنی برای افکار عامه بود و چیزایی گفته بود، یک توصیه خوبم برای تعداد کسایی بود که به عوض کار مثبت و مثبت نگری برای آرمانای مسعود میخواین وحشت ایجاد کنند. اما او در کتابش پس از مسعود هم یک نقطه اشاره کرده که تعداد از کسا و همفکرایی که در جبهات مقاومت با مسعود یک جای بودن آرمان های مسعود فروختن با مقابل پول و از آرمان استفاده غلط کردن. امروز از نام مسعود و از عکس مسعود استفاده بسیار غلط صورت میگیره. چقدر دوستای نزدیک مسعود سبب بدنامی مسعود و سبب انحراف آرمان ها شدن به قبلشون؟ ببینین یک قسمت مسائل واقعیت داره، در جای شک نیست. یار ما باشه که وقتی که ما از مسعود صحبت میکنیم، مسعود یک شخصیت رسالتمند بود، دایدار بود و یک روح کران داشت، فکر بزرگ داشت، با برنامه بود، دقیق اهداف آرمانش معلوم بود، بابا مو را حرکت کرد و تا پای جان به خاطر اهداف استاد. او
تا یک تعداد از کسایی که بعد از مسئول آمدن کاملا یک تفاوت بسیار کلان دارن و به این خاطر قطعا نمیتونیم که بگویم که وقت اینا هم با مو آرمان ها و رسالت مندی و برنامه ها و فکر کلان متعهد هستن. مطمئنا هر کس در مو یعنی چارچوب ظرفیت خورش گفاره فکر میکنه، او یک ظرفیت بسیار کلان و روح بزرگ داشت بینجا و کسایی که بعد از مسئول شهید آمدن تعدادش قطعا او گفاره نه، حتی نمیتونه که برنامه محدود خود اونه طرح کنه، چی رسه که باید دایدار باشن رسالتمند باشن. این تعداد کی ها هستن؟ خب من که نمیتونم کالا من اگه بگم پتانم یکی از دوست رفیق خود نام بتم امکان در یک قسمت باشه معلوم است خفه میشه که میگه، اما گپ معلوم است روشن. هر کس ما بسیار با وضاحت میخوایم بگم، بسیار با روشنی میخوایم بگم که آن چیزی که مسئول شهید بود با کسایی که بعد از اومدن کا بسیار متفاوت هستند، بسیار متفاوت هستن. شما دایدار آرمان های مسعود هستین و بنیاد رم جور کردیم برای مسعود. آیا شما به عنوان دایدار با افرادی که چانته بردارای مسعود بودن و امروز از نام مسعود با وزارت و معینیت رسیدن حرف زدین؟ چقدر حرف شما قابل اقناع است بر از اونها؟ همین یک اجماع یا یک انسجام بین از همین گروپ هایی که از نام مسعود به اینجا رسیدن بالاخره مبتنی شد آرمان های مسعود. ببینین ما هم در حد توان خود کارا خود میکنیم و تلاش میکنیم که بتونیم که همین کارا بکنیم. به طور مثال هر زمانی که در مدت 16 ساله که ما شما حداقل میشناسیم همواره وقتی که ما روی اصول روی برنامه روی اصول تاکید کردیم به خاطر اینکه بتونیم یک اجماع را دور اج بیاریم. چرا؟ بعد از مسعود همه ما باید معتقد شده باشیم که هیچ کدام ما نمیتونیم که جانشین شویم و الا که در محور یک برنامه باید جمع شویم. به اون خاطر تمام تلاش ما این برنامه محوری ما اصولگرایی ما همین بوده که بیاین از کارهای پاپولیستی، از کارهای آجنده شخصی، از کار از اینا بگ اگه واقعا مرا را تعقیب میکنین پس بیاین در محور یک برنامه و تاکید تمام تلاش ما همین بوده. حالا چقدر نتیجه داده؟ خب معلوم که با یک تعداد زیادش با اون رقمی که ما میخوایم نتیجه نداره، اما مطمئنن که نه فقط او کسایی که نزدیک به او بودن یک تعداد انگوش شمار، اما تعداد مردمی که اصلا مطمئن زیاد نتیجه داره. امیدوار هستیم که پای نتیجه بده. امروز که به طور مثال وقتی ما در تالار لوژی رسات میشیم و پیام بسیار واضح و روشن میتیم که احمد شاه مسعود و وفاق ملی و پیام وفاق ملی است، میبینیم که یک تایید و تاکید از طرف همه جوانب یعنی احزاب و کلانا و بزرگان جهادی و ملی و سیاسی با چیز تفاوت های سلیقه‌ای که دارن همیشه تاکید میکنن به این معنی است که در واقع این پیام من پیام مسئول شهید است. اونم کسی که در دوران جهاد تانست که در مقابل دشمن وارد ساخت شود، همون کسی که در دوران مقاومت زمانی که گفت اگر برابر کلام جای باشم من به مقاومت خود ادامه میتونم و اینجا میرسمم، اونم تانست که مقاومت می ایجاد کنه. امروز با پیام از او یا با الهام از پیام از او ما میتونیم که در چارچوب وفاق ملی بتونیم واقعا جمع شویم. این وفاق ملی یک بار تحت یک فشار بزرگ به نام طالب در دره پنجشیر شکل گرفت که نامش شما جبهه مقاومت گذاشتین و تمام افرادی که در سالهای حکومتداری مجاهدین هزاران نفر کشتن بالاخره به اثر یک فشار با هم وفاق کردن در برابر طالب. اما زمان کمی فشار پس شد باز هم همون کشیدگی ها به خاطر رسیدن به قدرت، به خاطر رسیدن به پول، به خاطر رسیدن به جایگاه و آرگاه و بارگاه و شهرت تداوم یافت. پیش سوال به دو بخش تقسیم میکنیم به این شکل، یکی در چوکات خرد هرچند جمعیت اسلامی تحت رهبری شهید برهان الدین ربانی شکل گرفته بود اما این جای شک نیست که مسعود محور انسجام یک گروه کلانه به نام جمعیت در اوج بود. بعد از شهید شدن مسعود یا ترور مسعود ده هشته سنبله چقدر این گروه پراگنده شد، چقدر این گروه شکسته شد و بالاخره تعریف شما امروز از جمعیت دیروز امروز چی است؟ ببینین شرایط دیروز امروز که مطمئن متفاوت است. فکر میکنم تا جای شما برحق است که در یک شرایط بسیار سخت اینا تانستن که اون وفاق یا مقاومت ملی را اینا تشکیل بتن و در یک شرایط آسانتر هموارتر مثل امروز باید میتونستن بکنن، اما متاسفانه طور است که این نظر به شخصیت هم فرق میکنه. شخصیت مثل شهید مسعود که یک رسالت تاریخی را احساس کرده بود و یک روح بزرگ داشت، فکر کلان داشت، او فرق میکنه و با کاراکترهایی که امروز هستن فکر تا پیش رو خودم نمیتونن ببینن، حتی آجنده شخصی خودم درست نمیتونن تدبین کنن، چرا سکه یک برنامه کلان تدبین کنن، کاملا فرق میکنه. در غیر صورت امروز که بسیار جاده هموار هستن، واقعا اگر همین مسائل فسادآور قدرت و امکانات پول نمی بود مطمئنا که امو وفاقی که در اون زمان در زمان سخت ایجاد کرده بود امروز باید بسیار بالا پر کلانتر پیدا میکرد.
چهرهای نزدیک با مسعود که غالبا عکساشون در رسانه اجتماعی دیده میشه، آقای عبدالله عبدالله یک زمانه بسیار نزدیک بود با مسعود و در بسیاری از تصاویر عکس که از صفحه دکتر عبدالله پخش میشه با در کنار مسعود است و غالبا این عکس هم در نزدیک به سال یاد مسعود در هشته سنبله یا نزدیک به هشته سنبله شکل میگیره. و این ترتیب آقای نور، آقای قانونی، آقای بسم الله خان، امرالله صالح، یک تعداد افراد دیگه که دوربر مسعود بودن و بیشتر در مو تصاویر اونا دیده میشن. امروز تعریف شما از اون چی است؟ چقدر اونا مبتنی بر این افکار رفتار کردن تا غیر از اون؟ ببینید نظر من است که تعداد کسایی که وقت عکسش با مسعود بوده به این معنی نیست که واقعا هم مسعود درک کردن و درست فهمیدن که چی خبر است. خب بوده، اتفاق میفته که کسی عکس میگیره، در این جای شک نیست. اما بازم تاکید من است که او رهبری تا کسایی که بعد از مسعود آمدن، پس مسعود آمدن، یعنی کاملا از هر نقطه نظر تفاوت های کلان داره. ببینید ما که امروز ما میگیم که ما به یک زعامت ملی نیازمند هستیم چی معنا داره؟ معنی است که ما یک زعیم ملی نداریم، پس بیان یک تیم زعامت باید بسازیم تا یک کشور رهبری کنیم. زعیم ملی به معنای رئیس جمهور صدر اعظم نیست، زعیم ملی بسیار کلانتر است تا کشور را بتونه از بحران بکشه. پس مسعود شهید در زمانش یک رهبری داده بود که بتونه کشور از بحران بکشه یا بتونه حافظ استقلال کشور شوه و نگذاره که کشور واسه یه به شکل پرسش مطرح بکنیم. آیا افرادی که من نام بردم مثل آقای عبدالله قانونی، بسم الله خان، امرالله صالح، تا حتی عکس های لطیف پدرام و مادر دبر برای آقای مسعود میبینیم، چند بار دیدیم، آیا اینا ارزش های مسعود به قمار زدن به قبر شما یا نه؟ ارزش ها رو تاکید نگاه کرده؟ خب او ارزش ها رو مطمئنن که به او رقم، یعنی امکان داره تا حد توان خود به تعبیر خودشان که اونو قد توانمندیشون بوده که یک کارایی بر بکنن، اما به تعبیر مردم افغانستان، به تعبیر کسایی که واقعا در درون مسائل هستن، مطمئنن به او ارزش ها به او رقم نتونستن که اونا تقویت کنن، کلان کنن و در یه جای شک نیست. من مطمئن هستم که خودشان باید در اعتراف کنن که او ارزش هایی که شهید مسعود داشت، به طور مثال او میگه ما افغانستان به افغانستان میخوایم، او میگه ما متکی باید به خود باشیم. او این چیزها خوب نیست. امروز امروز تمام بیشتری سیاستمدار تلاش میکنند باید حتما یک حمایت به کشور خارجی داشته باشند. امروز بیشتری سیاستمدارایی که در این هستند حتی در داخل دولت یک نوع رابطه با یکی از چیزهای بیرونی، حلقات بیرونی دارن به او ترتیب، یعنی کاملا چیزای متفاوت است. متاسفانه یعنی در این مدت 16-17 سال هم ارزش ها تعریفش فرق کرده، هم سیاست، هم سیاستمدار. اصلا سیاستمدار به اون جایی که باید باشه نیست، بسیار پایین آمده، یکقدر ارزش ها رو زیر پای گذاشته که شما فقط نهی که در اطراف دوستا و نزدیکای شهید مسعود یک میفهمید، در واقع در تمام در بیشترین چیز سیاستمدار همین گپ میافین، یعنی شک نیست که 16 سال یک تحول عجیب غریب منفی هم آورده. شما به عنوان برادر مسعود و به عنوان رئیس بنیاد مسعود، زمانی که میبینین یک مشت افراد به قبر شما پوپولست عکس مسعود در پشت سر خود میزنن، در دفاتر خود میزنن و از نام مسعود و ارزش های مسعود استفاده سو میکنن و با ارزش های کلانی که مسعود داشت قمار زدن، احساس شما چی است؟ والله احساس من میسته که میم حیف که این ارزش های کلان به این کلانی و در کشور مثل افغانستان که ارزش ها باید چقدر اینا تقویت شون و ما بتونیم در محور ارزش ها مردم رو جمع کنیم. واقعا این کشور اگر مسعود نیست، اندیشه مسعود، ارزش مسعود، فکر مسعود با ماست، بتونیم به این کشور یک راه پیدا کنیم. به جای از این وقتی که میبینیم که اونا پسرفت میکنن، میگه که در واقع از یک خرمن معنوی استفاده سو میکنن، وقتی که میبینیم که ارزش‌ها رو پایمال میکنن، وقتی میبینیم که در واقع فکر میکنن که این یک حالت نابنجار است، هر کس باید امو سیاست سودجویی خود بکنن، واقعا مایوس کننده است. مایوس کننده به خاطر است که شما مثل شخصیت مثل مسئول یا قهرمان ملی چی بود دت دیگه باید انتظار بشینه که تو یک آدم باید بیایه و ما بتونیم از افکار و اندیشه زو بتونیم استفاده بینه به کشور بکنیم؟ چی بود دت؟ چند سال؟ 10 سال؟ 100 سال؟ 1000 سال؟ چی بود دت باید بشینیم؟ پس وقتی که غنیمت کلانه داریم پیش خود که امروز شما دیدین در تالار لوژا که از تمام اقوام افغانستان، تمام مذاهب، تمام زبان ها جمع شدن و تاکید کردن که همین قهرمان ملی، مثل که استاد سیف گفتن که اگر این قهرمان ملی نگوی پد کی را بگوییم، معنی است که یکی از غنیمت های استثنایی در افغانستان هست. پس وقتی که پیرواش، نزدیکاش، کسایی که به او خود وفادار میبینن از انمت یک ارزش به خاطر بهبودی افغانستان استفاده نمیکنن، خصوصا وقتی که در قدرت هم هستن و در سیاست هم هستن، پس چی میکنن؟ پس چی وقت میکنن؟ پس چطور میتونن که امو تعهد خود به امو راه مسعود اینا اعلان کنن که ما متحد به امو راه هستیم؟ حالا گذشته از
بحث جمعیت یا کتله کوچکی که مسعود با عنوان یک حزب در متن از بود، احزاب دیگه یا تنظیم های دیگه هم در زمان جهاد بودن که در حکومت مجاهدین به خاطر قدرت با هم زیاد جنگیدن و خونای زیاد ریخت. اما زمانی که طالبان کابل را گرفت، باز هم یک دره به نام پنجشیر جای نجات از اینا بود و یک محور در چتر مسعود انسجام یافت که یک رهبری کلان به نام مقاومت را ایجاد بکنه و او مقاومت بود که سبب شکست طالبان بالاخره از دره پنجشیر شد. حالا رهبرای جهادی در کل یا کسایی که بعد از یک فشار در گرد مسعود در پنجشیر جمع شدن، امروز تعبیر متفاوت و تفسیرهای متفاوت از مسعود دارن. امرالله صالحی در یک کتاب به نام پس از مسعود نوشته کرده که زمانی که آمریکایی ها در افغانستان مستقر شدن و افغانستان را بالاخره حکومت طالبان شکست دادن و حضور نظامی یافتن، پولهای زیاد زیرمیزی استخباراتی بر رهبرای جهادی از جانب سیایی تزریق می شد و در کتاب خود بسیار رک نوشته کرده که بدون استثناء تمام رهبرای جهادی از این پول استفاده می کرد و ما هم مأمور انتقال پول به تعداد از این رهبرا بودیم. حالا با این تفسیر بالاخره ارزش ها را با این تفسیر و نقل قول ها شما در کجا پیدا می کنید؟ چیونه پیدا می کنید؟ خب هستم ببینید وقتی که اینا همی اعتراف هم می کنن و می که ما هم مسئول انتقال پول به اینا بودم و اینا میشه کردن، معنی است که او ارزش محوری قبلا بوده در دوران در حیات مسئول شهید تقریبا با این گپ اولین قدم اولین ضربه مهلک همی بوده دیگه. وقتی ما میگیم که ما تحویل میتیم و اونا تحویل گرفتن و کسایی که تحویل گرفتن در واقع خب به چی گونه، به خاطر چی، مسائل شخصی بوده، مسائل مردمی بوده، کشوری بوده، ملی بوده، به خاطر امکان داره که یک توجیه درست داشته باشن، امکان داره توجیه درست داشته باشن. من خوب بیانم از زمانی که آمریکا قبل از اینکه در وقت مقاومت قبل اینکه به شهادت برسن، وقتی که اونا آمدن به اروپا به اولین و آخرین سفر مسئول شهید بود، اونجا که آمدن دوباره که پس رفتن و از آقای مسئول خلیلی که در اونجا در میانشان بود گفتن این تیم خارجی که آمد پس رفت برداشت از اینا چی شد، مسئول خلیلی گفت خب برداشت از اینا این شد که فرمانده هیچ تغییر نمیکنه. پس دوباره آمد صاحب جواب داد نمیتونم تغییر کنم، این کشور ماست، اگر شما از سر ما بگذارین فردا یک کشور دیگه میگذره، پس فردا که این کشور پایمال میشه، کلی در سر میره و این میدان رقابت و جنگ و نزاع و کشمکش دیگه پا میشه. ببینین اون زمان خب میتونست که کار بکنم، اگر نمیتونست خب میتونست، اما چرا یادم استاک میشه میگم من نمیتونم این کار باید بکنم، نمیتونم، این کشور ماست، ما افغانستان با افغانستان میخوام، نمیخوام کشورهایی رو پایمال بکنم. در پای اینم تو یک دایه جان میته، اما یک زمان دیگه است که وقت امکانات میاد تقسیم میشه و تحویل داده میشه و تحویل گرفته میشه. او با او چقدر تفاوت داره، زمین و آسمان تفاوت داره. پس وقتی که ما میخوایم مقایسه کنیم، ما خواهش به بیسته که دوستان میخوایم مقایسه، هیچ وقت کسایی که بازمانده های مسئول هستن این در آینه مسئول نبینن، کاملا بسیار متفاوت هستن. اما در عین حال چیزی که ما میخوایم بگم، کسایی که در سنگر مقاومت، در سنگر جهاد، در سنگر مبارزه با مسئول شهید یا شهید شده یا بودن، اینا کسایی بودن که واقعا در اونجا بودن، نزدیک بودن، اما فقط یک تعداد کمی که در محور اونا بودن و امروز شما در واقع به اون تعبیر میگین که کسایی هستن که ارزش ها رو نشناختن و پول تحویل گرفتن، مطمئنن که اون فرهنگ مسئول نبود، اون ترتیب نبود، کاملا یک چیز. پیشتر شما سوال کردین در قسمت باز کاروانا، بر کاروانا یکی رقم گشتنی میکنن با این تفنگ و با این گپا اگر میکنن به این ترتیب، آیا در فرهنگ و قاموس مسئول شهید بود؟ خب نبود، امکان نداشت که باشد، هیچ با این چی نداشت، با این گپ نداشت. حالا این افراد با ارزش های مسعود و قبل شما دشمنی میکنن، چی میکنه؟ آیا این افراد بی بندوبار که در کاروانای که در شهر وحشت مندازن و با بیرقای غیر ملی و با سر و وضع بسیار وحشتناک ظاهر میشن، به قبل شما با ارزش های مسعود آیا اینا دشمنی میکنه؟ قد فامیده یا نافامیده 100% دشمنی میکنه. حالا شما که تعداد افراد را گفتین بنابر رفاقت و دوستی و هر چی که شما تعبیر میکنین نامش نمیگیرین که کی ها هستن که از نام مسعود استفاده میکنه و علیه ارزش های مسعود و ارزش ها رو به قمار میزنن. تعداد به گونه تلویحی از جانب برخی از چهره های جهاد یا نزدیکای مسعود افشا شد در کتاب ها، در مقالات، در رسانه ها، در مصاحبه ها یا در گفتگوهای دیگه. حالا به شکل پرسش خواهم مطرح بکنیم که کیها تانستن این ارزش ها را نگاه کنند؟ چند نفر را نام ببرین که با ارزش های مسعود همچنون پابند موندن؟
ببینن هستن من میگم دقیق هستن او کسایی که به طور مثال با ایشا بازی کردن مطمئنن اگر من نام گرفتن میتونم مشخصاتش معلوم هستن قسمی که شما گفتین که مثلا تعمیرات و بلدنگا و این و آن و گفتنی اپا اما کسایی که همین با این معیارات نیستن مطمئنن که مانست که دمو را هستن ولی که چیکار کرده تانستن در این را بخواد تقویت حرف دیگه ایستن اما حتی اقل در این را باقی ماندن شما ببینید که به هزارها نفر به هزارها مجاهدی که امروز بوده امروز هیچ زندگی ندارن اونا باقی هستن خب همون چیه شاید کاری که نتونن بکنن بیشتر از این به خاطر اما باقی هستن نه تعمیر دارن نه بلدینگ دارن نه زندگی دارن نه کار دارن نه روزگار دارن اما در وقت از این کشور دفاع کرده جان فشانی کرده قربانی داده اما هیچ چیز امروز نداره اینا هستن که در واقع نزدیک به ما هستن بسیار زیاد تشکر زمانی که مسعود زنده بود یه خانه پدری دکارتی پروان که من افهماله هست یا نه ترمیم میشد به گونه بسیار سطحی و زیاد هم از امی بلدنگ ها و از شرکت ها و از پول و از معیشت در روز زمان احساس نبود، نام نبود و یک زندگی بسیار فقیرانه در کنار افرادش در جبهات جنگ با مو ارزش هایی که مسعود در جبهات جنگ چی در زمان جهادش چی در زمان مقاومتش داشت اما بعد از او افراد بسیار نزدیک مسعود که بیشتر به گونه افتخارات زمان جهاد و مقاومت عکسایشان در کنار مسعود مندازن برخلاف او ارزش ها قسمی که آقای مسعود برادرم احمد شاه مسعود گفت اونا میلیاردها دلار دارن نصف از سرمایه های افغانستان شرکت های کلان بیلدینگ های کلان از اونا است و تا حد از پول تغذیه شدن که مجموع ارزش های جهاد و مقاومت را در برابر دلار و در برابر پول فروختن و هر فشاری که از جانب کشورهای دیگه هم میان به خاطر از اینکه اینا می سرمایه خود از دست ندن با مهر خاموشی همش دهانشان زده شده حالا صرف نظر از او یک بحث دیگه هم هست هشت سنبله به جای گرامی داشت از سال روز احمد شاه مسعود ختم در مساجد یاد بود از جبران مقاومت و قبل از او دوران جهاد تعداد افراد بی بندوبار با چهره‌های بسیار وحشتناک با بیرق‌های غیر ملی که من نمی‌فهمم نماد چی است و آقای مسعود هم میگه که او را نمیتونه یک تفسیر معجب کنه که بیانگر چی است در شهر مبراین فایر میکنن زورگویی میکنن راه را بسته میکنن و تمام مردم از ترس از خانه‌هاشون نمبراین هشته سنبله روز خانه‌نشین مردم عام و روز ترس در شهر کابل است چرا و گذشته از او ما یک حکومت داریم به نام حکومت وحدت ملی آیا توانمندی آقای غنی، آقای عبدالله با عنوان رفیق بسیار نزدیک آقای مسعود از هشته سنبله همی است که ببینن یک تعداد افراد را که با ارزش های مسعود به قبل احمد ولی مسعود دشمنی میکنن و اونا خاموشانه دست زیر آراشه میشینن تعریف ضعف حکومت از این روز چی است؟ آیا این ضعف یک چیز عمدی است به خاطر بدنامی ارزش های مسعود؟ یا ابهام است به خاطر ارزش های بدنامی ارزش های مسعود یا نه کدام تعبیر متفاوتر یا ترس و وحشت خود حکومت از اینکه امی افراد که با کاروان هم برای سبب سقوط حکومت نشد در کابل و تعداد زیاد از پست های کینا دارن رو از پیشان نگیرن یک وقفه کوتاه میگیریم بعد از او باز میایم سر ارزش های کلان حکومت داری که مسعود در آرمانا و در صحبت های خود داشت و امروز او را بخواهی مقایسه کنیم چقدر این امو ارزش ها در نو نظام در نو رژیم و در نو ساختار فکری و انتزاعی زمان جهاد و مقاومت بالاخره منطبق است یک وقت خود سوپر سلام مجدد برنامه تحول من محمد نصیر فیض به اطلاق میکنم میزبانی برنامه هستم هشته سنبله 16 سالیاد شهید احمد شاه مسعود امروز در کابل تجلیل شد صحبات های متفاوت شد اما سیمای شهر بسیار وحشت زده و مردم اعتراض بسیار گسترده ای از عملکرد یک تعداد افراد بی بندوبار در کابل داشتند و شاید در برخی از نقاط دیگه افغانستان حالا صحبت هایی که ما با عنوان مستند از برادر احمد شاه مسعود و رئیس بنیاد احمد شاه مسعود که بیشتر مسئول برگزاری امی جلسات و یادبودها در افغانستان در این حد گستردیش است اینا ادعا میکنند که این افراد با ارزش های مسعود قمار میزنن و دشمنی میکنن و این افراد ممکن است سازمان داده شده باشن و تعداد از افراد بی بندوبار که غالبا از طرف های دیگه سازمان داده شدن اما برمیگردیم به بحث کلانتره که نوع نگاه رهبرای جهاد و در متن مقاومت و در جهاد احمد شاه مسعود که امروز به نام قهرمان ملی شناخته میشه از نوع ایجاد یک حکومت
در افغانستان و سیمای حکومت و نو رژیم و چیزایی که با اون ارزش‌های کلان مردم افغانستان داشت چقدر منطبق است و تا چی حد در امو دوستایی که در محور مقاومت دبر مسعود جمع شده بودند با ورزش‌ها بازی کردند و امروز چقدر فاصله است بین اون چیزایی که با اونون یک حکومت ملی گفته میشد و حکومتی که امروز شکل گرفته است. ببینید در مقیاس کلان اگر فکر کنیم مطمئنا چیزایی را که دیدگاه شیخ مسعود بود به خاطر افغانستان یک قسمت دیدگاه خود را یک شاخصهایش گفته بود. به طور مثال وقتی که میامد میگفت که بعد از این ما یک دولت مرکزی قوی را میتونیم که تشکیل بتیم، اما قوت دولت باید از ولایت به مرکز بیاید نه از مرکز به ولایت، یعنی یک سیستم ریورس باید میترتیب که، یا زمانی که میگفت که باید وحدت ملی در گره و عدالت اجتماعی است، یعنی ما باید در بین اقوام افغانستان عدالت چیکار تا بتونیم وحدت ملی داشته باشیم، یعنی شاخص ها یک قسمت مؤلفه های آینده افغانستان تشخیص میده که یک دو سه چهار پنج، اما بالاخره تمام اینا را یه مقول می ساخت و مشورت با مردم میگه ما در افغانستان آینده باید نظامی داشته باشیم که هم بتونیم با خود زندگی کنیم هم با دنیای بیرون با این رقم، یعنی من است که مشخص نمی سازم، فقط می که ما باید اتو داشته باشیم پس بیان مشورت کنیم اجماع کنیم گپ بزنیم تا همون طور یک نظام قابل قبول همه باشه، همین کار باید بکنیم و این فکرهایی داشت که چی میکرد، یعنی مؤلفه هاش میگه مشخص، اما هیچ وقت قاطع یک چیز رو نمیگفت. چرا؟ به خاطر که شرایطش نبود که یک چیز قاطع و روشن بود که من تو یک سیستم میخوایم در افغانستان. ببینید در مدت 16 17 سالی که ما شما هستیم در واقع یک نظام به نام نظام ریاستی است، اما در یک موقع دیگه مردم یک نظام دیگه میخوان، آره حکومت وحدت ملی است. ببینید که تا حالا ما سیالیت هست، هیچ کس به یک جای نمیره. بس ما از افراد که دوستای نزدیک مسعود بودن، حالا جریان های تنظیمی در زمان جهاد خیلی بودن و یک تعداد شون هم در حکومت بعد از بون نقش داشتن، اما بیشتری نقش جمعیت اسلامی داشت. ما شاهد اقتدار گسترده جمعیت در دو حکومت حامد کرزی و حکومت وحدت ملی هم هنوز هستیم. جمعیت اسلامی یک متن کلان را در ساختار سیاسی شکل داد. حالا شما میگین که او افراد به خاطر رسیدن به پول پشت کردن به آرمانهای مسعود و امروز از نام مسعود استفاده غلط میکنن با فهمی که با ارزش‌های مسعود دشمنی میکنن. نشست‌های در جمعیت شکل میگیره. برادر دیگه شما احمد جان مسعود معاون جمعیت هست. آیا روز شده که شما در درونش این صحبت ها را کرده باشین که ما چقدر فاصله گرفتیم از ارزش هایی که مسعود به خلو شما داشت و آرمان هایی را که میخواست تطبیق بکنه؟ اگر گفتین پاسخ در امو جلسات در امون شستا چی بود و اگر نگفتین چرا با اونون یک مسئول نرفتین در بجرد؟ ببینین ما رسما در واقع منصوب به جمعیت اسلامی افغانستان نیستیم. نه منظور من نیست که شما، اما در اون جلسات شما با اونون جلسات ببینید جلسات غیر رسمی، جلسات عادی مثلا دوستان اگه میشه، اما جلسات رسمی جمعیت کاملا روشن است چی کسایی در اونجا هستن. اما با جواب سوال شما برای صحبت ها صورت میگیره که چرا به این ترتیب. یاد ما باشه که بعد از شهادت مسعود بعد از کنفرانس بن در واقع کسی که شکل داد خود نظام افغانستان بیشتر در واقع فشار بیرونی ها بود، یعنی بله بیرونی ها گفتن در کنفرانس بون که باید یک توافق قرارداد در بینشون بود و اینا وقت داشتن به رهبرهای افغانستان که اینا باید بیان در داخل افغانستان تا بتونن دولت ملی شکل بدن، اما رهبرهای افغانستان با رویکرد قومی که داشتن یا رهبرهای قومی بودن یا دیگه با می مؤلفه‌های جدید داشتن بودن نتونستن که شکل و بنابر بسیار ملحوظات دیگه نتونستن شکل بدن. پس معنی این است که ابتدا حمایت یا فشار خارجی ها بود، بعد رهبرهای افغانی نتونستن شکل بدن و آره دلمه یک بحران هستن، دقیقا در یک بحران هستن. چرا؟ به خاطر سیستمی که آمده بود فعلا دقیق معلوم نیست که واقعا ما داخل کنیم سیستم این حال میمونه. او کسایی که در جهان مقاومت بودن، کسایی که اقتدار، کسایی که با در جمعیت بودن یا با شیخ مسعود بودن، اینا در قسمت شکل دهی خود نظام اینا قطعا نقش به او ترتیب نداشتن، نه به این که نمیتونستن داشته باشن، بلکه به این که متاسفانه اینا بی برنامه حرکت کردن و حرکتشان در قسمت شکل دهی نظام هیچ برنامه نداشت. پرسش شما هم بله. خنمی هست نداشت برنامه ضد ارزش های مسعود که شما چند بار گفته رسیدن به پول های زیاد. ببینین من هم میگم که اینجوری، اما بی برنامه یک پس یکی حتی اما ضد به او ترتیب
یعنی آدمی که بی برنامه باشه حداقل ذرم نمیفهمه که چی هستن. یک مرتبه میتونه اتفاقی خوب باشه، یک مرتبه میتونه اتفاقی بد باشه. پس اینا کسایی بودن که به شکل بسیار بی برنامه در چارچوب یک نظام داخل شدن، خودش هم نمیفهمیدن که چی را شکل میتن به اون رقم. متاسفانه به این ترتیب بودن و به اون خاطر بود که ما در مدت 15-16 سال اخیر هی تاکید میکردیم که شما زمانی که میخواین شکل بدین خودتون میدونین آگاه هستین که واقعا چی را دارین شکل میدین، خودتون واقعا میفهمین که چی دارین شکل میدین. از بن به این طرف تا لوی جرگه اضطراری تا بعد از او تا حتی تا حکومت وحدت ملی، دقیقا طرف ما یا طرف مجاهدین هیچ نفهمیدن امی کانسپت یا امی خود تعریف حکومت وحدت ملی که واقعا هیچی هست که آمریکا آقای جان کری به ما پیشنهاد کرده، اما خود ما نمیفهمیم که واقعا چی هست. میگه هر چی کس با شکل بگیره، در حالی که نمیفهمیم دقیقا بحران از کجا نشی میشه. وقتی که ما میگیم که تمرکز قدرت است یا انحصارگرایی است یا میخوان، چرا در شک نیست که طرف مقابل میخواد یک پار داشته باشه، اما در این شک نیست که طرف مقابل یا بی برنامه هستن، دقیق نمیدونستن که چه رقم بتونه که انحصار قدرت مهار بسازن. میبینه 3 سال کامل شده که اینا یک توافقنامه دارن و در توافقنامه ذکر است که باید حتما تغییرات باید میامد، اما آیا به خاطر امی تغییرات طرف مجاهدین واقعا کار خانه خود انجام دادن؟ با اونون عضو جمعیت نه، با عنوان یک فردی که مدعی ارزش گذاری با آرمانای مسعود خودم میپندارین و یک بنیاد ساختین. حالا ما گفتم که ممکن است جلسات غیر رسمی زیاد شکل گرفته باشه و ما شاهد حضور شما در چندین جلسات بودیم و در کنار از او برادر شما احمد جان مسعود معاون جمعیت اسلامی افغانستان است. حالا بار شده که شما به عنوان گلایه گفته باشین که شما با ارزش های مسعود قمار میزنین، در این جلسات که با اونا میشینین خنده میکنین مذاق میکنین و رفیقای شما به قبل شما رفیق شخصی شماست، آیا همین گلایه شده تا بالا؟ اگر شده جواب چی بوده؟ بله 100% ما انتقاد شدید داشتیم، ایراد داشتیم، گفتیم و گفتیم که به این ترتیب نمیتونین کار بکنین. و ببینین یک قسمت گپا در افغانستان هست، متاسفانه یک چیزای به شکل سنتی تو عالم پیش مردم باقی است. مردم و خصوصا همی سیاسون، نه عام مردم، همی سیاسونه که شما میگن، اینا فکرشان همیست که واقعا تمام گپار خودشان میدارن میفهمن، اما یک چیز متوجه نیستن که این دستاورد خود از اینا نیست، دستاورد کسایی است قربانی دادن. این چیزی که پیش از اینا است آمده پیشن، اما خود از اینا نمیفهمن که واقعا چرا خم از اینا استفاده کنن. دستاورد خود از اینا نیست، نه دستاورد اندیشهیشان است، نه دستاورد فکریشان است، نه دستاورد خود از اینا نیست، یعنی به شکل آمده. واره که زمانی که واقعا ما وقت صحبت روی برنامه و روی مسائل میشه یا انتقاد از اینا صورت میگیره، اونا فکر میکنن که نه مسائل بهتر اینا میتونن، افغانستان یک جامعه سنتی است، پس به این شکل اگر عمل شوه ما میتونیم کارا رو بهتر پیش ببریم، در حالی که در مدت 17 سال کارا رو بدتر ساختن، کارهایی که به منفعت شخصیشان است. بله بدتر ساختن. ببینن یک زمان خوب به یادم است که پیش از اینکه مسئله حکومت وحدت ملی از طرف آقای جان کری مطرح شود، ما در مشورت با بسیاری از روشنفکران و نخبه های افغانستان آمدیم، گفتیم شرایط کشور را میدانیم، بهترین مؤلفه همین دولت وحدت ملی است، اما با اینی تعریف ها. وقتی که را میگفتیم به یک دوستایی که میستن، یک مقدار برشان عجیب میامد که یعنی چی هست، چی میخوایم بعد چی میگن؟ اون کارهای روشنفکری و کارهای یک پاست یک پاره با ما، بابا تو که اگر نباشی بی برنامه حرکت کنی چطور میتونی یک کشور بی برنامه تو حرکت بدی؟ مگر ما در قرن 18 و 17 و 16 و 15 و در قرن این خود قرن امروز است، باید برنامه داشته باشی، باید فکر داشته باشی، باید تولید فکر داشته باشی، در غیر صورت ممکن نیست که بتونی همه قرارات بدی. به رقم مشکل بیشتر مشکل خانواده جهار مقاومت در مجموع همی است که اینا حرکت های بی برنامه دارن، در حالی که طرف هیچ ریشه و پای مردمی نداره، اما یک مقدار برنامه ولو بد با خود دارن و به میرقم حرکت میکنن و حتی بیرونی ها هم با این برنامه ناقص کوچک بی ریشه و بی پای خود قناعت میتن و من در داخل افغانستان این کار میکنم. من پیشتر گفتم که زمان یک فشار خارجی به افغانستان میامد، گروپ ها و تنظیم ها و احزاب متعارض و متضاد در یک چتر جمع می شدن و علیه از او گروه شکل می گرفتن. یکی از مثال های شاممی انسجام جبهه مقاومت در شمال افغانستان مخصوصا که محورتی در پنجشیر بود که در برابر طالبا با عنوان از اینکه پاکستان تهاجم کرده و افغانستان گرفته کلی یک دست عمل کردن در مقابلش. اما حالا تعداد از او کسایی که دیروز در برابر تعارض کشورهای بیگانه صف می بستن، خودشان به نوع با کانال های خارجی ارتباط پیدا کردن و خودشان سبب زی شدن که کشورهای دیگر را بیارن تا افغانستان خراب کنن. چرا؟
خب ببینین همین است دیگه. اگر یاد ما باشه تقریبا سالها قبل زمانی حتی کلانای دولت ما میگفتن که قطعا باید یک نفر خارجی باید یک نفر باید باشه که بتون یک کاری بکنی. اصلا سنت سیاسی افغانستان دور است که حتما باید تکامی خارجی داشته باشی تا بتونی که دولت چرت کنی. ما یک دو شب پیشتر شب شیر داشتیم، یکی از معززین ما برام آقای ایماق میگفتن، او یه در ارتباط با مسعود گرم آمد، گفت مسعود یگانه کسی بود که پرچم خودش داشت و زیر پرچم خودش حرکت میکرد. و این چه مناسته؟ آقای ایماق شخصیت تقریبا 60 ساله موسپید و تجربه بسیار کافی در مسائل سیاسی افغانستان داره. این به این معناست که متاسفانه در افغانستان این ترک سنت هست که باید حتما گپ بیرون داشته باشی. یاد ما باشه که ما شما چندین بار که صحبت کردیم، زمانی که با صحبت در ارتباط با آجنده ملی می آمد، کل حرف آمید که مشکل افغانستان مشکل رقابت بین نخبه هاست و اینا قصه هستن وقتی که کم بیارن ضعیف شن باز بیارن یک کشور بیرون میگه با ما کمک کنین تا بتونیم در مقابل حریف خود استادی کنیم. وقتی به کشور بیرون کمک میکنه پای بیرونی هم داخل میشه، در واقع رقابت بین نخبه ها رقابت کلانتر و منطقه و فرامنطقه ای میشه، مشکل کلان هم و تا امروز هم که امروز همین سنت هست. ببینید وقتی که ما امروز یا تقریبا سال هاست که مسئله ملی را مطرح میکنه، وفاق ملی را، آجنده ملی، حکومت وعده ملی، چرا؟ به خاطر اینکه شما هر قدر که بیاین یک نوع وابستگی یک تکیه داشته باشین به بیرونی، بیرون همواره به اساس منافع خود حرکت میکنه و تو را من هست یک ابزار استفاده میکنه. اینجا شک نید، این نیست که او ظالم است. متاسفانه امو سنت سیاسی بیرونی هم همی است، باید همین کار بکنه حتی خود افغانستان باشه. این حال مشکل باقی میمانه که و تا زمانی که ما متکی به بیرون هستیم قسم شما افتین و همیشه باید یک نفر بیرونی بارم، ما هیچ وقت با پای خود استاد نمیشیم و همواره افغانستان میدان نزاع دیگرا، میدان کشمکش دیگرا میشه و مردم افغانستان زیر پای میشن. پس به این نسبت ما میگه که بار از 16 سال با وجود میلیاردها دلار وقتی که نتونستیم بحران مهار بکنیم، وقتی که نتونستیم دولت ملی ایجاد کنیم و با هم جرایم، ولی از خدا بیان در چارچوب وفاق ملی با یک گام های عملی مبتنی بر یک علم سیاسی، عقلانی سیاسی بیان گام برداریم. بالاخره همین ظرفیت هایی که هست در یک انسجام ظرفیت ها یا همسوی ظرفیت ها یک کار باید به کشور باید بکنیم. آقای مسعود، افغانستان غالبا از توسط 50-60 نفر به این بدبختی کشانده شده، نخبگرایی یا نخبه های سیاسی که شما میگین، تعداد کسای دیگه میگن، همین 50-60 نفر هستن که تمام سرنوشتی مردم به مشت خود گرفتن و به خاطر زراندوزی هایشان همواره کشورهای دیگر هم میارن و ظلم میکنن و مردم کشته میشه و بالاخره این بحران امروز جمعا 50-60 نفر. ارسطو در یونان باستان یک دانشمند بود که بیشتر نماد سیاست و برنامه های سیاسی به تیوری سیاسی را ریخت. ارسطو یک واژه را به نام ارستوکراسی نامورده بود که بیشتر همو افراد بلند پایه و بلند مرتبه و با پول و با ثروت و مردم های با وقار به قبل از او سیاست دست بگیرن، نه مردم عام. آیا فکر میکنین که بدبختی افغانستان، بحران افغانستان به شعار نخبگرایی تحریف شده یا همی شهرهایی که امروز سر مردم حکومت میکنه حل میشه، یا نه راه حل دیگه است که باید از متن مردم، از ریشه های مردم بالاخره این مردم کنار زده شده و شهرهای نو باید بیان به قدرت؟ یک بحث جالب است. وقتی که ما نخبگرایی میگیم یا نخبه محور میگیم، قطعا به معنای این نیست که 50-60 نفره. یعنی وقتی ما نخبه میگیم در عام یک تعریف داریم که بهترین ها، تاثیرگذارترین ها، فهمیده ترین ها، اندیشه ورترین، یعنی از هر قشتی که هستن اینا باید جمع شن یکی. اما با شما توافق دارم میسته که 50-60 نفر کسایی که میتونن در واقع حتی در یک نتورک مافیایی یک کشور به گروگان بکشن مثل که تقریبا امروز هستن. اما یاد ما نره که افغانستان در طول تاریخش تقریبا همین نخبگرایی و اگر 50-60 نفر از کل اینا بودن، حتما یک طرف، یک قوم، یک قبیله که پابرام دولت ملی چیزایی رو کردن. اما هیچگاه افغانستان شاهد در تشکیل یک دولت ملی واقعی نبودن. این خود و به اون خاطر است که تا امروز که امروز است ما در یک بحران، در یک مشکل حل معمای قدرت همین رقم باقی استیم. هیچ معما قدرت هیچ حل نشد. آخرین پرسش، با توجه به اقتدار دشمنای ارزش‌های مسعود یا افرادی که در چتر مسعود بودند در زبان مقاومت و امروز پست‌های بسیار کلان و سیاست افغانستان رهبری میکنند، حضور از اینا آیا رسیدن به ارزش‌های مسعود در یک ساختار سیاسی کلان متبلور است، ممکن است یا نه؟ من نظر من است که من فکر میکنم بیشتر، نه تنها فقط امین اصل، من فکر میکنم بیشتر ما باید
تمرکز کنیم، امیدواریم سر نسل جوانی کشور است، نسل که واقعا یعنی نسل مدنی، نسل امروزی، نسل که یک پویای داره، شعور بلند داره، نسل تحصیل کرده، نسل که واقعا اونمو ارزش ها رو قدرش هم میدانه، یک میراث از گذشته، از جهاد و مقاومت و از تمام این مبارزات دارن، و امروز نسل که واقعا میتونه که یک نوع چی کنن. ما همیشه گفتیم که دکتر امروز کسی است که هم درد احساس کرده میفهمه و همه دیگه نسخیش میتونه تدوین کنه از درون درد مردم افغانستان، همین اصل است. اما متاسفانه همه قبل میتونم بگویم که کسایی که امروز در واقع در رأس مسائل هستن یا از گذشته دیگه عمق انرژی داشتن که همین کار باید بکنن. یک تعدادشون افتخارات دوره جهاد مقاومت دارن، قابل احترام هستن. یک تعدادشون کلانای معنوی هستن، قابل احترام هستن، قابل احترام هستن. اما یک تعداد دیگه شان بیشتر از این نمیتونن که بتونن، نه انرژیش دارن، نه تفکرش دارن، نه امروز زیاد میشناسن، اونا نمیتونن که دیگه حرکت کنه به این ترتیب. پس به اون نسبت ما باید چی کنیم؟ از پایه های واقعا پاک پاکیزه معنوی کران باید چی کنیم؟ استفاده کنیم باشن. اما بیایم سر نسل جوان افغانستان سرمایه گذاری کنیم. اگر واقعا طرفدار هستیم کشور باید پروژه نجات پیدا کنه. بسیار تشکر آقای مسعود از اینکه حضور آوردین و تشکر از شما بیننده عزیز که دیدم بس ما رو دنبال کردین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.